بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه رحمت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان محترم، همونطوری که مشاهده می‌فرمایید، در یکی از روزهای سرد زمستانی آمدیم به خدمت یکی دیگر از خانواده‌های فقیر و مسکین شهرمون تا گوشه‌ای از مشکلات آنها را به نمایش بگذاریم و مقدار کمکی که از طرف شما مردم خیر و اهل احسان به خیریه رحمت رسیده، اینا رو به اهلش تسلیم کنیم. بینندگان محترم برنامه رحمت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان محترم، با یکی دیگر از برنامه‌های رحمت در یکی از روزهای سرد زمستانی به خدمت یکی دیگر از فقرا و مساکین شهرمون آمدیم تا گوشه‌ای از مشکلات ایشان را به نمایش بکشیم و بشنویم درد دل ایشان را و ببینیم چه مشکلاتی دارن و به توفیق الله متعال و همکاری شما مردم گوشه‌ای از مشکلات اینا را بتونیم حل کنیم. تشکری دارم از تمام برادرها و خواهرایی که تا این لحظه با ما همکار بودن، به ما کمک کردند و تونستن مشکلی از مشکلات مردم فقیر و مسکین شهرمون رو حل کنن. میریم تا بشنویم مشکلات برادر خو. ماما اسم خود بده ما بگیم. قاری امیر محمد، ولاد سید محمد. قاری سید امیر محمد جان، از مشکلاتی که داریم بده ما بگیم. مشکلاتی که ما دارم، هفت نفر آدم و موقع نونوار قیر از امیاکی و هم در 12 ساله. بله دیگه نونوار قیر پیش مست. بله بله، قیر از امی نونوار ما کسی دیگه نداریم. بله، کرای خونه همشین هست، برق هست، او هست. اینها مشکلات همی از خداوند خود جل جلالهو میچونن. همین برادرهای بعض کمک اقتصادی بعض مسلمان اگر خیرات میده از امی توسط همی کار دیگه ما زندگی به زندگی من خوش و خونر میبینی. بله، که کرای نشین هست و مثلا میگه به گفته هست این زمستون از این طرف ای چیزی نیه دیگه. باور کنیم خداوند خود میشارونه. همین برادر خداوند کمک کنه و مثلا یک کمک این دلایی بعض و مسلمان ها میکنه. دیگه همینه دیگه، دیگه ما دیگه چیزی نداریم دیگه. چی مدت میشه از چشخو عجیز است؟ مدت تخمین 50 سال میشه دیگه. با حفظ قرآن که به سنه 50 شروع کردم. بله. تا به سنه 60 حفظ کردم. بله. این مدت دیگه به حساب نوناور چیزی نداشتیم؟ مشکلات به سنه 50 خونه‌دار نبودم. بله. سنه 63 ما خونه‌دار شدم. بله. همین تا خود هم میچارم دیگه. گفتی بزی خونه چند کرا میدیم؟ بزی خونه مای دونیم از مای دونیم از کرا میدیم. این پول او و برق و گاز آه اینا هست. بله اینا هست. بله. چند نفر این گفتی؟ 7 نفر. بله بله، همین 7 نفر دیگه به حساب همه به گردن شما ندیم. آه دیگه میگه خیلی از میگه که همین 12 ساله میگه 10 سال میگیره این برسون میبره.
بینندگان محترم، صحبت های قاری صاحب که از چشاخ هم محروم هستند، از نعمت بینایی محروم هستند، الله متعال بهشان کمک کنه، انشالله العظیم مشکلاتشان رو رفع کنه. واقعا مشکله، بزی سرمای زمستان نه سوختی هست، نه لباس گرمی هست، نه کاری که بتونن اینا انجام بدن. واقعا هفت نفر آدم هم زیر یک سقف همراه کرایه خونه، پول برق، پول گاز، پول آب هست، همه مشکلات هست. الله متعال آسون کنه بهشانم. و از طرف بنیاد خیری رحمت که شما عزیزان برادر و خواهر گرامی اهل خیر و اهل احسان به این خانواده کمک کردین که شامل 30 کیلو آرد میشه، 10 کیلو برنج، 3 کیلو لوبی، 3 کیلو عدس، 5 لیتر روغن، 4 کیلو شکر، 1 کیلو چای است و مقداری هم لباس گرم کن. الله متعال شما بپذیره. ان شاء الله منتظر کمک های شما هستیم، ما را تنها نگذارید، ان شاء الله در خدمت شما هستیم. با یکی دیگر از برنامه های رحمت شما را به خداوند کریم و رحیم اسپارم. اگر داری توانایی بگیر دست مساکین را در این اوضاع آشفته که مردم زار و نالانند. بینندگان محترم، مقدار کمکی که از طرف شما خواهر و برادر گرامی به دست خیریه رحمت رسیده به اهلش تسلیم میکنیم. بینندگان محترم برنامه رحمت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان محترم، در یکی از روزهای سرد زمستانی آمدیم به خدمت یکی دیگر از فقرا و مساکین واقعی شهرمون تا بشنویم مشکلاتشان را و به تصویر بگیریم مشکلاتی که دارند. بینندگان محترم، قبل از هر چیز تشکری میکنم از تمام برادرها و خواهرایی که با ما در بخش برنامه های رحمت همکاری کردند و ما کمک فرستادن. انشالله الله متعال جزای خیرشان بدهد. میریم تا بشنویم مشکلات خواهر خود تا ببینیم چه مشکلات دارن. خواهر، از مشکلات خود بریم بگیم. خوب است مراد، ما دیگه مشکلات زمستان بله ما خیلی سخت تست داریم، خود داریم. پیر بچه هم امیمی تا زندان آزاد شد، پای تصادف کرد، عملیات شد. هیچ این 5 ماهی که آزاد شده اصلا نمیتونه هیچ کاری بکنه. فعلا اموال به میشفاخونه از طرف خیریه میتونه موری به زبو دادن برفته به تدایی. گوری هم بستون دمی گوری هم حتی تست را گدشته که نمیتونه کار غریبی به میزمستون با ما بکنه. انت باید 2-3 ماهی میشه دیگه میتو جمع بگو با ما کمک اول میشه زیبر به زیبر کاریگر فیلان هیچی ندارین کرای نشین بدبخت ایرون هستیم دیگه خدیم تفلا خود دیگه خیلی مشکلات داریم. این دختر من مریضه که شیشه خراب شده نمیتونم تدهی کنم. یک نقصی بازو که برارم و به من یک گریپی پیدا شد بازی یک نقصی بگرفتم خلاص شیشه در حال خراب شدنه شوهر ما میتو مریضه. مشکلات زندگی زیاده. چند تا فرزند داریم؟ 4 فرزند دارم. خب رو رفته 6 نفر و همین زیر همین سقف زندگی بله یا بمی یک خونه 6 نفر خونه زندگی میکنیم. کرانشینیم دیگه بمی سرا زندگی میکنیم. بچه هم همه میخورده که ایتال بال نماده کار قریبی نمیتونم هیچی دیگه. زمستون بال ما خیلی سخت میشه از هر بابت مشکلات داریم. فیلن شاید دالی امرو گوگل دی به خونه پیدا نمیشه دامو روپیه ندیشتم که ما بستونم. حتی به دیکن رو کردم نداد و بچه ما بغرز نداد. این پدر اولادا گفتیم چه کاره؟ چه مشکل داره؟ مشکلی تصادف کرد یعنی پای عملیات شد بعد عملیات کار کرد حالی نمیتونه. فعلا عمال به تدایی شفاخونه یه یعنی به تدایی اصلا کار کرده نمیتونه. 1.5 سال هم بندی بود زندانی بود اگر بعد از این هم کالی نمیتونه کار غریبی هیچی نمیتونه. فعلا از این روزی که آزاد شده که تصادف کرد با ما کار کرده بیچاره نمیتونه. همینطور خدا واسه یک بر یک
چیزی میشه، ما کارگر فعلا هیچی نداری. بینندگان محترم، همونطور که شنیدین از خواهر ما به حساب مدتی میشه که شوهر از اینا همینطور گفتن از زندان آزاد شده و از قسمت پاهای خو معلول هستن و تصادف کردن و حتی پول تداعی هم ندارن، فعلا هم به شفاخونه به بستر هستن. خب برای از اینا خیلی مشکله، 4 تا فرزند دارن و خود از اینا 5 نفر آدم همراه شوهر از اینا که مریض هست و او طفلی که گفتن به حساب از ششهای خو مشکل داره که مدت چه مدت میشه طفل؟ یک سال میشه که شیشه به خراب شده است. این کلینیکا گای بودم تدایی نتونستم، گفتن شیشه از خیلی خراب شده بعد تدایی شد. و طفلی هم که دارن میگن که از ششا خورنج میبره و تقریبا 1 سال میشه که به حساب تدایی نشده و مشکل واقعا زندگی به سر بردن برای از این طفل هم. بینندگان محترم، دیدید، مشاهده کردید مشکلات همشیره را و شنیدیم. انشالله که ما به توفیق الله متعال سعی میکنیم که گوشه از مشکلات از اینا که از طرف بنیاد خیریه رحمت مقداری کمک 30 کیلو آرد هست، 10 کیلو برنج هست، 5 لیتر روغن هست، 3 کیلو لوبی هست، 3 کیلو عدس هست، 4 کیلو شکر، 1 کیلو چای هست و مقداری هم لباس گرم زمستانی. الله متعال از همه شما بپذیرد. انشالله منتظر کمک های بیشتر شما عزیزان هستیم. با ما همکار باشید در یوتیوب، انشالله به شماره های ما هست میریم تا یکی دیگر از برنامه های رحمت را ثبت کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شو ایستاده ای دست افتاده ای. بینندگان محترم، مقدار کمکی از طرف بنیاد خیر رحمت که شما عزیزان به این بنیاد کمک کردید به دست اهلش که فقیران واقعی و مساکین واقعی شهر میشن تسلیم میشن. بینندگان محترم برنامه رحمت، با یکی دیگر از برنامه رحمت در خدمت شما هستیم تا اینکه به تصویر بکشیم مشکلات همشهریان فقیر و مسکین شهرمون را. بینندگان محترم، تشکری دارم از او خواهر و برادری که تا حال خودم و همکاری داشتن. الله متعال همه شما جزای خیر بده. بینندگان محترم، میریم تا بشنویم مشکلات خواهر خود تا ببینیم چه مشکلات دارن. خواهر، از مشکلاتی که داریم بریم ما بگیم. مشکلات خواه برار ما کرای نشین بعد وقت ایران دو سر برج که میشه میام برات کرای سرا میتک دل ما میلرز میگم کرای کنه باشه چیکار کنیم ما شاد از سرال عمر ما بدر کنه. شوی دارم که به ایران یک 6 ماه پا میامل پاک با پس میبرد میره پس ما عمل شروع میکنیم میکشه. دو تا خسر برا صغیر هم دارم که خوردای 10-12 سال میتو بیشتر نیم کنیم تو اونا نور برا خو بریم تو ببرده به ایران. هنیم تو بدبخت ایرانی برار هنیم تو از مردم میخوان که کمک کن بتونه با من تو کم بیش کمک کنه. خب خود من 5 سال میشم تو دست پام میلنداخته هم پام که ات مالی نمیتونم براش چهار زنی زده که بشینم نمیتو دیزنی میشینم نمیتو بزا و مرگ بتونم کمک کنم تو دهی پامه هم پام هم دست میتونم میلنداخته میلاخته دست پام بمونده نمیتونم نخصی دوای بگیرم کنه آروم شه پامونو دستم دیگه نمیتونم بدبخت ایرانی. بینندگان محترم، همینطوره که شنیدیم مشکلات خواهرمون رو به حساب اینو میگن مدت چند وقت میشه که از دستا و پاهای خود رنج میبرن و داخل دستا از اینا میله های نصب شده که به حساب همین حالت لرزش دستا از اینا بگیره. شوهر از اینا هم از مشکل احتیاط رنج میبرن که اونها هم به کمپ ها به سر میبره و وضعیت اینا خیلی خراب هست و دیگه نوناوری هم ندارن. اینطوری که شنیدم به حساب کرای خونه هست، سوخت ندارن، لباس
گرم کن برای بچه ها ندارن، واقعا مشکلات زیادی دارن. الله مطار مشکلاتشان را حل کنه. مقدار کمکی از طرف بنیاد خیریه رحمت که شامل 30 کیلو آرد هست، 10 کیلو برنج، 5 لیتر روغن، 4 کیلو شکر، 3 کیلو لوبیا، 3 کیلو عدس و مقداری هم لباس گرم کن برای فرزندان عزیز. الله مطال از همه شما عزیزان بپذیرد. انشاءالله تا برنامه از برنامه های رحمت شما رو به خداوند کریم و رحیم میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.